فرهنگی سیاسی اجتماعی از برلین توجه بفرمایید. در پی اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در ایران، شماری از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و دیگر کشورهای جهان به منظور اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی ایران روز دوشنبه 11 مرداد دست به تحصن و اعتصاب قضا زدند. اعتصاب قضای جوانان ایرانی در برلین نیز سه‌شنبه 3 آگوست در برابر فرستنده آرد برگزار گردید. لطفاً به این گزارش توجه بفرمایید. سلام عزیز میکنم خانم، میخواستم از شما سوال بکنم که انگیزه اعتصاب قضای شما در مقابل استودیوی تلویزیون مرکزی یک آلمان آرده برای چی هست؟ من سلام عرض میکنم خدمتتون. طبیعتاً مثل همه ایرونیه که اینجا جمع شدن، طبیعتاً برای همدردی با این 17 عزیز زندونی، دانشجو زندونی که در حال حاضر توی زندان هستن و مثل همه دانشجوی که الان توی ایران فکر میکنم توی این اعتصاب قضا شرکت کردن، ما هم اینجا نشستیم و امروز توی این اعتصاب قضای خود شرکت کردیم که فقط ذره ای از احساسمون رو بیان کرده باشیم و باشون همدردیمون رو اعلام بکنیم. همین. تا این لحظه که شما اینجا نشستین، کسی از کارمندان آرده اومده اینجا که با شما صحبت بکنه و مصاحبه بکنه؟ نه، متاسفانه نه. فکر میکنید تاثیر این اعتصاب قضای شما و همبستگی با زندانیان سیاسی تا چه اندازه میتونه باشه؟ والا تاثیرشو من خودم نمیدونم، یعنی فکر نمیکنم تأثیر خاصی روی حکومت ایران که مطمئنم نمیذاره، چون اون حکومت رو هیچ چیزی تحت تأثیر قرار نمیده. ولی اینکه من فکر میکنم که این فقط سمبولی از اتحاد ملت ایرانه و اینکه ما در هر جای دنیا، در هر نقطه ای از دنیا هم که باشیم، یادمون نمیره که ایرانی هستیم و درد ما درد مشترکه و دولت جمهوری اسلامی با کنار هم بودن ما کمی به هر حال به خودش بیاد و یه خورده یادش بیاد که داره چی کار میکنه، یعنی ببینه که داره چی کار میکنه. و من فکر میکنم، من الان هم به دوستانم داشتم میگفتم که من فکر نمیکنم که دولت جمهوری اسلامی جرأت یه همچین غلط بزرگی بکنه و بخواد که دست به این جنایت احمقانه بزنه. همونطور که میدونیم توی انتخابات که سال گذشته توی ایران انجام شد و مردم به اون نتیجه اون انتخابات اعتراض کردن، عده‌ای از بچه‌های ایران اونجا دستگیر شدن توی اعتراضی که داشتن توی اون تظاهرات و به زندان ها منتقل شدن، تو زندان‌های جمهوری اسلامی تحت شکنجه قرار گرفتن. در اثر این شکنجه شد که اونا دست به اعتصاب قضا زدن. شرایط سختی که توی زندان در آوردن براشون و همچنین که شنیدیم که حکم 6 نفر از اونا به اعدام تبدیل، حکم اعدام 6 نفرشون صادر شده، دست به اعتصاب قضا زدن و ما هم برای حمایت و همبستگی با اونا دست به همین کار زدیم. همچنین هم شنیدیم که خانواده های بعضی از زندانیان رو گرفتن و برای تحت فشار قرار دادن خود زندانیا، خانواده هاشون رو در اصل گروگان گرفتن. به خاطر همین ما اینجا جمع شدیم جلوی ساختمون آرده که فشاری تا ساختمون آرده مدیای اینجا بتونه فیلمی یا گزارشی تهیه بکنه، فشاری باشه برای دولت آلمان که بتونن تلنگری به جمهوری اسلامی بزنن، بلکه بتونن که حقوق اولیه انسانی زندانیای سیاسی رو بهشون برگردونن. نظر شما در رابطه با گفتگوی آقای زرقومی، همکاری ایشون یا همکاری دولت آلمان با رادیو تلویزیون ایران چیه؟ البته به هر حال همکاری دولت آلمان که نیست، یعنی به دعوت دو تا شبکه تلویزیونی از زرقامیه، ولی قدر مسلم اینه که آلمان همیشه توی 30 سال حکومت جمهوری اسلامی نقش رو داشته. همواره وقتی که حکومت اسلامی از نظر بین المللی توی موضع ضعف بوده و نمیتونسته معاملاتش رو آشکارا انجام بده، دستگاه های دولتی آلمان به کار میافتادن برای اینکه در واقع این
پا اندازی حضور دوباره دیپلماتیک چهره‌های جمهوری اسلامی توی آلمان رو داشته، در واقع علنیش کنن، رسمیش کنن و ازش حساسیت زدایی بکنن. من گمان میکنم این رو باید یه مجموعه دید. همونطور که میدونید چند بار تا حالا تلاش شده جلسه مشترکی برگزار بشه با حضور امید نوریپور نماینده ایرانی الاصل حزب سبزا و شیخ عطار سفیر حکومت اسلامی در آلمان، که با توجه به واکنش هایی که از طرف نیروهای مخالف ایرانی در آلمان نشون داده شده تا الان لغو شده، ولی دوباره دارن تلاش میکنن که این جلسه رو برگزار کنه. این حضور زرقامی هم توی تلویزیون آرده و سد افت به نظر من یه بخشی از همین برنامه است. اینها میخوان که دوباره عادی سازی بشه حضور سران جنایت توی محافل دیپلماتیک آلمان ابتدا و بعد اروپا، برای اینکه معامله بر سر جان انسان ایرانی که تر تمام این 30 سال در جریان بوده دوباره آشکارا و واضح جلوی چشم بی‌اعتنای مردم جهان دوباره از سر گرفته بشه. سوال دیگه که دارم در رابطه با همین اعتصاب غذایی که شما اینجا دارین میکنین و در کشورهای دیگه اروپایی، تا چه اندازه میتونه کمک بکنه به زندانیهای سیاسی در ایران؟ ببینید، برای خود من فارغ از اینه که واقعا چقدر میتونه کمک کنه. من فکر میکنم به هر حال حرکتی صدایی و چیزیه که در توان ماست. این کاریه که ما میتونیم انجام بدیم و داریم انجامش میدیم. امیدوارم که تاثیرگذار باشه، امیدوارم که در واقع بتونیم کمک کنیم دوستان و رفقایی رو که توی زندانهای حکومت اسلامی دارن مقاومت میکنن، ولی نمیدونم واقعا چقدر تاثیر میذاره و نمیدونم اساسا چه چیزی میتونه منو راهنمایی کنه برای اینکه میزان تاثیرگذاری اینا رو بسنجم. اصلا ترازو یا موجوده که بتونم بسنجم؟ ولی همین که ما سکوت نکردیم، همین که از کنار ماجرا با بیخیالی رد نشدیم، همین که تلاش کردیم واکنشی نشون بدیم به این ماجرا، به نظر من یک پیام درون خودش داره، هم برای کسانی که توی ایران دارن مقاومت میکنن، مبارزه میکنن، به هر حال تنها نیستن، هم برای ایرانیان خارج از کشور. اینکه سکوتشون، اینکه ساکت شدن امروز، به نظر من تنها کلمه ای که میتونه تعریفش کنه اینه که شرم‌آوره. و هم برای دولت‌های جهان که هنوز هستند وجدان‌های بیداری که اجازه ندن که در واقع اونها معامله با ایران رو از سر بگیرن. ما فراموش نمی‌کنیم کسانی رو که توی ایران تحت شکنجه، توی زندان و در شرایط دشوار دارن زندگی می‌کنن. تشکر می‌کنم.